أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. در این بخش از آیات فرمود که هدف مهم نزول کتاب الهی آن است که شما جامعه را نورانی کنید. معلوم هست که به وسیله نور جامعه روشن می شود، پس قرآن باید نور باشد، چون که در آیات دیگر قرآن را به وصف نور موصوف کرد، فرمود و تبع نور الذی انزل معه. اگر قرآن نور نباشد قدرت اون را ندارد که جامعه را نورانی کند، چون که اگر پیامبر علیه و علی آله و سنا نورانی نباشد اون هم نمیتواند جامعه را نورانی کند. پیامبر به وسیله قرآن جامعه را نورانی میکند، قهرن هر دو باید نورانی باشند. جامعه که مطیع وحی و رهبران الهی باشد میشه نورانی، قهرن جامعه میشه نورانی، قرآن نور است و پیامبر هم نور. این گونه از امور چون وابسته به ذات اقدس الهن و خدای سبحانم نور السماوات و الارض است، اون نوری که بالاصاله مال خداست در پیامبر، در قرآن کریم، در جامعه اسلامی ظهور میکند. اینا به نور الله روشن میشوند. و اگر گفته شد اشرقت الارضو به نور ربها، به همین برمیگردد. اشرق الناس به نور ربهم همین است. القرآن نورانی به نور ربه همین است. الرسول نورانی به نور ربه همین است. چون هیچ کس و هیچ موجود ذاتاً واجد نور نخواهد بود. لذا فرمود قرآنی که نور است و تو که نورانی هستی جامعه را روشن کنی. مطلب دیگر از در ادبی، این صراط عزیز حمید بدل نور است. لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط. گاهی بدل بدون تکرار عامل ذکر می شود، گاهی هم با تکرار عامل. در محل بحث با تکرار عامل ذکر شده است که اله تکرار شده، چون که در سوره مبارکه اعراف آیه 75 به این صورت آمده است: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم. این لمن آمن منهم بدل للذین از توزعفوست. اگر می فرمود قال الملأ الذین استکبروا من قومه للذین از توزعفو من آمن منهم، این معلوم بود که من آمنه بدل همون الذین از توزعفوست. لکن این لام که آمن است تکرار شده است: للذین از توزعفو لمن آمن منهم. اینجا هم بدل هست با تکرار عامل: النوره به اذن ربهم الى صراط العزیز حمید. مصحح این تکرار و موجب این تکرار هم این است که خب نور
که ذات اقدس اله است، الله نور السماوات و الارض، نور حقیقی اوست، اسماء حسنای فراوانی دارد، صفات علیای بیشماری دارد. قرآن به کدوم سمت انسان و به کدوم سمت و صفت دعوت میکند؟ به سمت و صفت و سمت عزیزه همین دعوت میکند که گفته شد لتخرج الناس من الظلمات الى النور. این سؤال مطرح است، ایو نور من الله یا ایو طریق من طرق نور و مانند آن، باید این مشخص کرده است الی صراط العزیز الحمید. و چون ناس عامه مردمان زمین را جمع آورد، نفرمود به اذن ربهی، فرمود به اذن ربهم. در آیه بعد انشاءالله میخونیم جهانی بودن و راه جهانی شدن اسلام هم بازو خواهد شد. خب عزت و محمدت خدای سبحانه هم برهانش همین است، الله الذی له ما فی السماوات و فی الارض. الله هست که خب الله نور السماوات و الارض است، پس نورانی بودن از اون راه تأمین است. له ما فی السماوات و ما فی الارض است، پس عزیز و حمید خواهد بود. عزیز یعنی نفوذ ناپذیر، و لازمه نفوذ ناپذیری غلبه و پیروزی است، وگرنه عزت معنی پیروزی نیست. عزت عرض عزاز، زمین عزاز، اون زمین سفت و محکمی که کلنگ در او اثر نمی کند، چنین زمین رو بگن عرض و عزاز. انسان نفوذ ناپذیر تسلیم نشدنی را بگن عزیز، و خدای سبحان عزیز است چون هیچ عاملی در او نفوذ نمی کند. و حمیدم هست به اینکه جمیع نعمت ها از ناهیوس ما بکن به نعمت صرف من الله. پس این الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض برهان است برای عزیز حمید بودن. و چون تبشیر با انذار همراه است، اونها که این راه نورانی رو طی نکردن گرفتار ویلن، که یولولونه، این یوبلونه نیست، یوبلونه ایست که در تفسیر فخر رازی آمده و اصلش هم در حرف زمخشری است. زمخشری این رو نقل میکند که اهل جهنم در همون دوزخ کستن یوبلونه، یعنی وابیلا وابیلا میگن. بعد در تفسیر فخر رازی هم به صورت یوبلونه آمده است. این متأخرین که از تفسیر فخر رازی نقل کردن، این نسخه هاشون درست نیست، یوبلونه نیست، یوبلونه است. خب اینا واویلا واویلا میگوین و ویلون للکافرین من عذاب شدید. تبشیر و انذار از همین راه مشخص میشد. مطلب دیگر اون است که جریان نور یک حقیقت است، از سنخ تشبیه و تمثیل نیست. در جریان مؤمنین اون آیات فراوان بود که اینا واقعا ایمانشون و عمل صالحشون در قیامت کل اون فضا رو روشن میکند، واقعا نور است، نه اینکه شبیه نور باشد. علم در دنیا شبیه نور است، ولی در آخرت حقیقتا نور است، عدل حقیقتا نور است. یعنی انسان در اون فضای کسب میاد روشن میشود، این رو عدل روشن کرده است، علم روشن کرده است. وگرنه لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، این مجاز نیست، این تشبیه نیست. در جریان ظلمت هم همینطور است، این جهنمی ها واقعا تو تاریکی هست، هیچ جا رو نمیبینن، راه جهنم را برد نیستن، گم میکنن. که خود همین سرگردانی هم عذاب فوق عذاب است. این کفر در اونجا به صورت ظلمت در میآید، حقیقتا این فضا تاریکه، و اگرم بخوان یه جایی برنم نمیدارن، به کسی باید اینا کشون کشون ببره. این سوق برای بهشتیا بدرقه است، برای جهنمی ها هی کردن حیواناته. یه وقت از یه مهمان عزیزی بر آدم میاد، انسان رو بدرقه میکند، اینجا سوق است. و سیغ الذین تقوا الی الجنت زمرا، فرشتگان سائقن بدرقه میکنند. اما و نسوق المجرمین الی جهنم، ما هی میکنیم اینجا سو، این
چوپانا و رمدارها وقتی گوسفندار به آغل بخوام ببرن یا جای دیگه ببرن از پشت سر هی میکنه اینا رو. اینم یه نحو سوقه. نسوق المجرمین الى جهنم وردا نظیر هی کردن این حیواناته. اما وسیق الذین اتقوا الى الجنه الزمرا بدرقه کردن فرشته هاست. خب اینا را از پشت سر هی میکنن به جهنم میبرن. حقیقتاً تاریک است. این نه این است که از سنخ تشبیه باشد، منتها اونهایی که اهل حقاً اهل حقیقتاً و حقیقت بینن الان هم نور را مشاهده میکنن هم ظلمت را. و چون لفظ برای روح معنا یا به اصطلاح دیگر برای مفاهیم عام وضع شده است، اطلاق نور بر علم و ایمان و عدل و امثال ذلک حقیقت است، مجاز نیست. اولا مصداقا لفظ در مصداق استعمال نمی شود و اون مفهوم جامع استعمال می شود و بر مصداق تطبیق می شود نه استعمال. لفظ در معنای خودش استعمال می شود و تطبیق می شود در مصادیق مجرد و مادی. استعمال لفظ در اون معنای جامع حقیقت است، تطبیقش هم بر مصادیق مجرد و مادی هم دنیایی و اخروی هم تطبیق به جاست. الان نور واقعا الان نور است، اصلا تشبیه نیست. الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض و ویل للکافرین من عذاب شدید. این عذاب شدید است به طوری که به هیچ وجه قابل فرار کردن نیست. یه وقتی خونه آدم آتش میگیره، خب بالاخره آدم فرار میکنه نجات پیدا میکنه. یه وقتی لباس آدم آتش میگیره، بالاخره آدم لباس میکنه راحت میشه. یه وقتی بدن آدم آتش میگیره، مثلا میمیره راحت میشه. وقتی مرد دیگه سوخت و سوز نیست. اما یه وقتی معاذ الله نار الله الموقده التي تطلع على الافئده است، اونجا چه کار کنه؟ اینطور نیست که اونجا بمیره و راحت بشه. ثم لا يموت فيها ولا يحيى. یه آتشی نیست که فرار از اون ممکن باشد که. لذا شدید به تمام معنی کلمه است. از فرض ندارد آدم فرار بکنند از اون نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. کجا فرار بکند؟ لذا از هر نظر این عذاب شدید است. منشأش هم همین است که اینها این حب دنیا که رأس کل خطیه است، همین حب دامنگیر اینها شده. اینا به استقبال این حب رفتن. الذين يستحبون الحياه الدنيا للاخره. این مشکل همه بشر در طول تاریخ بود و انبیاء علیهم السلام هم همواره مشکل رو گوشزد می‌کردند. در پایان سوره مبارکه اعلی سبح ربک اعلی اونجا فرمود که قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربی فصلا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرتو خیر و ابقا انها دار فسقه فی الاولا صحف ابراهیم و موسی. همه انبیا مشکلشون همین بود با مردم. وجود مبارک ابراهیم فرمود، وجود مبارک موسی فرمود، انبیا قبل و بعد هم همین فرمودن. به مردم میگفتن بینگی شما معبر را، مجاز را، مجوز و معبر را دارالقرار خیال نکنید. اینجا جای عبوره. برای مسافرخانه به اندازه مسافرخانه توش تهیه کنید، نه اینکه هدف را رها کنید مسافرخانه را آباد کنید. بل تؤثرون الحیات الدنیا و الاخرت و خیر و ابقا. این مطلب انها دار فی الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی. پس همه انبیاء این مطلب رو می‌فرمودند. مشکلات جامع در تو تاریخ هم همین بود. الذین یستحبون الحیات الدنیا و الاخره. برای اینکه به این محبوب دروغینشون برسن راه خدا رو می‌بندن. و برای اینکه نشون بدن ما هم تو راهیم یا دیگران یارد این راه نشن، این راه را کج می‌کنن. یبغونها عوجا. این پنجمین بار است که یبغونها عوجا محل بحث است. یک بار در سوره مبارکه آل عمران بحث شد، دو بار در سوره مبارکه اعراف، چون در دو جای سوره اعراف ام یبغونها عوجا آمده است. بار چهارم هم مبسوطاً در سوره مبارکه هود بحث شده است که کسی راه اتوبان رو خاکی بکنه، بریده بریده بکنه، خب نه خودش میره مقصد میرسه نه دیگران مقصد میرسن. دو تا راه تو عالم نیست که
یکی راه مستقیم، یکی غیر مستقیم. راه تو عالم یکیه. اونا که بیراه میرن همه این راه رو کج نشون میدن، همه این راه رو میبندن. یسدون عن سبیل الله، باید میشه سبیل الغی. قهرن نه خودشون به مقصد میرسن، نمیذارن کسی مقصد برسه. انهای تفسیر به رأی، بدعت گذاری، معاذ الله تاریخ مصرف برای دین ذکر کردن، گفتن که دین تاریخ مصرفش گذشت، مال 1400 سال قبل بود، مال شبه جزیره عرب بود، فعلا کار آمد نیست، ما تجربه کردیم، اسلام جواب نمیگوید، همین حرفا. اینها یبغونها عوجا، اینو کج نشون میدن. تو سوره مبارکه هود همینطور بود، دو جای سوره اعراف همینطور بود، یک جای سوره مبارکه آل عمران همینجور بود که مبسوطا گذشت. نه، صراط بیش از یکی نیست، اما این یکی رو اینا کش کردن. خدای سبحان که دو تا راه ندارد که. بله این، بله این، بله این غیر مستقیم را خدا نیافریده، اینا کش کردن. وگرنه خدای سبحان یس و ان هاذا صراط مستقیم من فتبعوه ولا تتبعوا السبل. این سبل رو کی آفریده؟ شیطان به وسیله همین الذین یبغونها عوجا درست کردن. و یعنی ذات اقدس الهی دو تا راه خلق نکرد که. خب اون راه مستقیم پایانش سعادت است، این راه غیر مستقیم رو ذات اقدس الهی که خلق نکرد که. دیگران همین این راه را کج نشون میدن، همین راه را میبندن. و یعنی دو تا راه تو عالم باشه که نیست. فهمود و ان هاذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل الله، که این تو سوره مبارکه انعام بود که گذشت. اگر هم صراط هست، صراطی است که اینا درست کردن، وگرنه انبیا و اولیا بیش از یک راه نیاوردن. خب هر کافری بالاخره در عذاب است، منتها کافرین مثل مؤمنین، مؤمنین درجاتی دارن، اونها درکاتی دارن که منافق ان المنافقین نفی درک الاسفل من النار، بعضی اشد و کفرنن و مانند آن. خب اونا که مستضعفان فکریان، فقط کفر اعتقادی دارن، امید نجات اونها هست. کسانی که در روستاهای دوردست مناطق کفرنشین به سر برن، اینا کافرن، حق به اونها نرسید است، خب اینا مستضعفن. اما اینهایی که در برابر دین وامیستن و یسدون عن سبیل الله، هم یبغونها عوجا هستن، این مشکل جدیشون همین است. وگرنه کسی که احکام محکم الهی به اون نرسیده، در اثر استضعاف فرهنگی به دامن کفر افتاده، خب اون حسابش جداست. و یبغونها عوجا همون الهایشه فی زران بعید، مستحضری که هدایت قرب بود ندارد، چون که زلالت هم قرب بود ندارد. نمیشه باید گفت هدایت نزدیک، و همچنین نمیشه گفت زلالت بعید. قرب بود مال سالک است، نه مال زلالت، و هدایت که صفت سالک است. این صفت به لحاظ اون موصوف است، این زلالت به لحاظ خود کافر است. کافر دور است، نه زلالت دور. زلالت شدید هست، مگر اینکه کسی درجات حساب کند، بالا را هدایت بداند، پایین را ضلالت، و اون عمر را بگوید که این ضلالت عمیق، ضلالت بعید و مانند آن است. وگرنه این بود در حقیقت صفت اون کافر است، صفت زال است که به ضلالت داده شد. الهی که فی ضلال بعید. بعد فرمود به ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومی، ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر به لسان قوم او، تا اینکه این پیامبر پیام ما را برای قوم خود تبیین کند. از اون به بعد یه ده گمراهند، یه ده هدایتند. و اون وقت هدایت الهی هم دو قسم است، زلالت الهی هم، ازلال الهی هم بیش از یه قسم نیست که قبلا گذشت، الان اجمالا بازگو می شوند. این یه اصل کلیست مربوط به نبوت عام است، که هر پیامبری وقتی از هر منطقه ظهور کرد به زبان همون مرد و منطقه حرف میزند، خواه برای همون منطقه مبعوث شده باشد،
مثل انبیایی که برای قوم خود شما بودن، و الا آد اخاهم هودا و الا ثمود اخاهم صالحا بماننده، یا نه برای فرامنطقه باشه، بین الملل باشه، همگانی و همیشگی باشه، خاتم باشه، نظیر وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم. درباره پیغمبر علیه و آله آلاف تهدی و سلام ما نداریم که ما پیامبر را برای عرب فرستادیم. فرمود قرآن عربی است، اما پیامبر جهانی است. هر جا سخن از نبوت حضرت است، نبوت جهانی است. در صدر همین سوره فرمود لتخرج الناس من الظلمات الى النور، که ما به مناسبت این لتخرج الناس من الظلمات، آیاتی که جهانی بودن رسالت اون حضرت رو ثابت میکرد اشاره کردیم. نظیر نذیرن للعالمینی که هست، ذکرال للعالمینی که هست، ما ارسلناک الا کافتن للناس که در سوره سبع آمده است. اینا آیات فراوانی است که جهانی بودن، همگانی و همیشه بودن رسالت اون حضرت ثابت میکند. عملا هم که همینطور بود، هم صهیب رومی اسلام آورد و وظیفش عمل کرد، هم سلمان فارسی و هم بلال حبشی، اینش که عرب نبودن. نامه هم که وجود مبارک حضرت برای امپراتوری ایران نوشت از همین قبیل است، یا برای امپراتوری روم مرقوم فرمود از همین قبیل است. هم همه را دعوت کرده است، هم ایمان و اسلام هر کسی از هر جای دنیا می آمد می پذیرفت و مانند دان. این برخلاف آن است بفرماید بلا ثمود اخاهم صالحا یا بلا عاد اخاهم هودا، نفرمود ما تو را برای عرب فرستادیم. همون زبانت عربی است، چون از قوم عرب برخواستی، و اگر چون چه کسی از یک قومی برخیزد و با زبان اونها حرف نزند، نه قوم او میپذیرند نه دیگران، اما قوم او نمیپذیرند چون نمیفهمند، دیگران نمیپذیرند، میگن خب اگر شما رهبری داری خب اول قومت هدایت بکن. اون انذر عشیرتک الاقربین و مانند اون، این سیر طولی پیاده کردن رسالت اون حضرت است. نظیر این که فهمود قاتل الذین یلونکم من الکفار، خب شما که میخواد دفاع کنید، مبارزه کنید، اول با این کفار محلی و منطقی بجنگید، بعد منطقای دور. این قاتل الذین یلونکم من الکفار منسوخ نشده با فقطر المشکینه حیث وجدتموه، یا به این دوتا آیه سوره مبارکه بقره و انفال نسخ نشده که قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون دینو لله یک و یکون دینو کلهو لله دو. این آیاتی که جهانی بودن را نشون میدهد که شما اونقدر دفاع کنید تا دین فراگیر بشود، این منافی با انذر عشیرت اقربی نیست، منافی با قاتل الذین یلونکم من الکفار نیست. این برنامه کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت اسلام را تشریح میکند در سه مقطع تاریخی. این طور نیست که حالا فقطر مشرکین کافه کما یقاتلنهم کافه، یا حتی لا تکون فتنه و یکون الدین و کله لله، این ناسخ انذر عشیرت الاقربی باشه یا ناسخ قاتل الذین یلونکم الکفار باشه. اگر برنامه ریزی صحیح پیشبینی شد، برنامه کوتاه مدت بود، میان مدت بود، بلند مدت بود، هیچ کدام منسوخ به دیگری یا ناسخ دیگری نیست. این برنامه است تعیین شده در سه مقطع زمان. بنابراین رسالت حضرت جهانی است، گرچه اجراش در سه مقطع زمان بود. لتخرج الناس من الظلمات الى النور. و اگر هم در تلیعه بعثت این کتاب غیر عربی بود، عرب قبول نمی کرد. در سوره مبارکه فصلت آیه 44 به این صورت است: ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاته اعجمی و عربی. خب ما اگر این کتاب را عبری یا سریانی یا فارسی قرار می دادیم، قومش اعتراض می کردن، می گفتن آخه عربی و غیر عربی فرق می کنند، مثلا نمی فهمد چی میگی. کسی که نتواند داخله خود را تأمین کند،
و قوم خود را هدایت کند و چگونه میتواند حکومت تشکیل بدهد و دیگران را دعوت کند به این دین. عربی بودن غیر از آن است که دین عربی باشد. مطلب دیگر آن است که چگونه این دین میتواند جهانی باشد. در همون تلیعه نزول هم سخن از جهانی بودن بود. شما این نهج البلاغه خطبه اول رو که ملاحظه فرمایید یه سبک است، بعد هم خطبه های دیگر هم مشابه این دارد. میفرماد جهان در عصر بعثت گرفتار الهاد و تشبیه و تجسیم و امثال ذلک بود، بین ملحدن و مشبهن و مشیر الی غیرهی بماند. خب پس همون اول وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تحت و سنا رسالتش متوجه جهان بود و این آیات هم تو سور مکی هست، نه سور مدنی، نه بعد از تشکیل حکومت، در همون تلیعه بعثت این آیات مکی که نازل شده است از جهانی بودن خبر داد. و چی میتواند جهانی باشد؟ جهانی شدن چیز خوبی است. وحدت نوعی داشتن، وحدت جمعی داشتن، متحد بودن، واحد بودن چیز خوبی است. اما چیز میتواند عامل وحدت باشد؟ تجارت میتواند عامل وحدت باشد؟ یعنی غنی و فقیر در این سهیمن تا در کنار هم قرار بگیرن؟ سیاست میتواند؟ آداب و عادات و سنن و رسوم متنوع و گوناگون میتواند؟ الان این حقوق بشر دایه اون دارن که این جهانی است. ببینید این حرف پایه علمی ندارد اصلا. بیان و زالش این است، این حقوق مثل قوانین فقهی این سه مرحله دارد، همه جای دنیا همینطوره. مواد قانونی و فقهی و حقوقی را از مبانی میگیرن، مبانی را از منابع میگیرن. ما یه منبع داریم، یه مبنا داریم، یک ماده. الان مجلس شورای اسلامی هم همین کارو میکنه، همه جای دنیا هم کارو میکنن. اینا یه قانون اساسی دارن که مبانی اونهاست، یه مواد مسبب مجلس دارن که کشور رو با او اداره میکنن. این مسببات مجلسشون به استناد قانون اساسی است، اون قانون اساسیشون رو از جای میگیرن. حالا بریم سراغ اونجا. پس ما سه امر را ناچاریم داشته باشیم: منبع، مبنا، ماده. یک فقیه هم همین کارو میکنه دیگه. یک فقیه که مواد فقهیش به صورت رساله عملیه در میآید، اینا رو از مبانی میگیرد. حالا شیخ انصاری رضوان الله علیه مبناش مثلا در شک مقتضی کذا و کذاست. یک کسی مبناش این است که در اقل و اکثر ارتباطی با احتیاط کرد، یکی میگوید نه براءت جاری کنیم، یکی میگوید مبنای ما در براءت رفع حکم تکلیفی است، یکی میگوید رفع حکم وضعی است. اینا مبانی است که در اصول هر کدام برای خودش انتخاب میکنن. این مبانی را از اون منابع میگیرن. منابع ما هم عقل است و نقل، نقل ما هم کتاب و سنت است. منبع ما روشن، مبنای ما روشن، مواد حقوقی ما روشن. اون هم برای خودشون دارن، اونا یه منبعی دارن که قانون اساسی رو از اون منبع میگیرن. مواد حقوقی هم دارن که مجلس به استناد اون قانون اساسی اون مواد حقوقشون تنظیم میکنن. تمام بحث محور علمی اینه که اگر قانون جهانی است، حقوق جهانی است، باید اون منبع جهانی باشه. از منبع جهانی مبانی جهانی بگیریم، از مبانی جهانی مواد جهانی رو تصویب بکنیم. وگرنه منبع اگر محلی یا منطقی باشد، مبنا هم منطقی و محلی خواهد بود، اون مواد هم یقینا محلی و منطقی خواهد بود، از کجا میشه جهانی؟ خب حالا اون منبع جهانی چیه؟ اونا منبع حقوقشون عادات هست، آداب هست، رسوم هست، سنن هست، فرهنگ ملی و مردمی مرزبوم همون هاست. خب ما اقلیم های مختلف داریم، نژادهای مختلف داریم، زبان و زمان و ملیت های مختلف داریم،
هر کدام از اینها برای خودشون منبع خاصن، اینا برای قانون داخلیشون خوبه. اون عادات و آداب و سنن از پیش پذیرفته، اون میتواند منبع باشد برای سلسله مبانی، اون سلسله مبانی میتواند مبنا باشد برای سلسله مباد، کشوراش هم اداره بکنم بدارم اداره میکنم. اما اگر بناش جهانی باشد، یه منبع جهانی لازم است. منبع جهانی نه زمان است نه زمین. کدوم فرهنگ، کدوم لغت، کدوم آب و خواب، کدوم سنت، کدوم آیین، این جهانی است. منبع جهانی را باید از درون انسانیت انسان گرفت که این یکسانه. الان این 6-7 میلیارد بشری که هستن تو انسانیت یکسانن، رنگ و پوستشون، آدابشون، عاداتشون، سننشون فرق میکنن، اما فطرتشون یکی. اگر این فطرت شده منبع و ماهرانه از این منبع ما مبانی استنباط کردیم و حکیمانه از این مبانی مواد استخراج کردیم، این میتواند حقوق بشر باشه. اسلام حرفی برای گفتن دارد، میگوید اون خدای فطرت آفرین متن و شرع هر دو مال اوست. یعنی در درون دلهای بشر یک کتاب تکوینی گذاشته به نام کتاب فطرت. این که فرمود فاقم وجه کل دین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، فرمود این جهانیست چون لا تبدیل لخلق الله. بشر قبلی اینطور بود، بشر فعلی اینطور است، بشر آینده اینطور است، کسی را عوض نمی کنه. نه خدا عوض بکنه نه غیر خدا. اما خدا عوض نمی کنه چون به احسن تقویم آفرید، غیر خدا عوض نمی کنه چون قدرت این کار را نداره. لذا به صورت لا نفی جنس همون لا تبدیل لخلق الله. این فطرت یک کتاب تکوینی است که متن است، در درون هر کسی هست و انسان با این سرمایه خلق شده. به وسیله انبیای معصوم، ائمه معصوم علیهم السلام، اولیای طیب و طاهر، این کتاب تکوینی که متن بود این رو شرح کرده است. این همان است که در خطبه اول نهج البلاغه آمده، فرمود و یثیر لهم دفائن العقول. این مال نبوت عام است، نبوت خاص نیست. یعنی همه انبیا وقتی وجود مبارک است همین سلام داده برنامه همه انبیا را ذکر میکند، میفهمد انبیا برای این کار آمدن که ثوره کنند، انقلاب فرهنگی ایجاد کنند، اثاره کنند، شکوفا کنند و بشورانند اون چه در درون جان اینها دفینه است. و یثیر لهم دفائن العقول. این صحف ابراهیم و موسی، عهدین، همه کتابهایی که انبیا آوردن شرح این متن خداداد است. اومد این شرح به علاوه اون متن، اون متن به زمینه این شرح می شود منبع، که از این منبع مبانی استنباط می شود، از این مبانی مواد حقوقی. اسلام کاملا می تواند حقوق بشر تدوین کند. اسلام حرفی برای جهانی شدن دارد. اسلام همه را به همین جهانی شدن فطرت دعوت میکند. اگر این نباشد، سنت های قومی مبنای قومی میدهد، قهرن اون موادی که تصویب شده است اونم به درد همون قوم و ملت خاص میخورد. معلوم میشود انسان هر چه در درون دارد از خداست، هر چه از بیرون دارد از خداست. نه متن مال او، نه شرح مال او. حالا این دعای نورانی عرفه است به بارش سید شده سلام در روشن میشه که عرض کرد خدایا اونی هم که من دارم مال توست، در اون که من دارم فقیرم، چه رسد اونجا که ندارم. الهی انا فقیر فی غنای فکیف لا اکون فی فقیر فی فقری.
این حرف همه انسان هاست. به خدا عرض بکنم خدایا اونی هم که من دارم مال توست، من مستعیرم نه مستأجر، چه رسد به مالک. من مستعیرم، خب مستعیر چی دارد؟ عرض میکنیم به خدای سبحان اون متن را که تو دادی، شرح هم که تو دادی، هیچ کس حق ندارد بگد من این چی میفهمم، بشر این چی میفهمد، خدا اون چی رو میگوید. اگر راز و رمز این بحث ها حل بشود، اون جریان چالش علم و دین هم حل خواهد شد. اینا خیال میکنن بشر یه چیزایی از خودش میفهمد، دین یعنی نقلیات و منقولات و یعنی آیات و روایات، و وقت میگن علم با دین مخالف است. اینا باید بدونن به این که بشر یا نمیفهمد که جهل است، یا فرضیه است که هنوز خامه، یا میفهمد. اونجا که میفهمد حرف خداست. اگر بشر چه در عقل تجربی یک، بالاتر در عقل ریاضی دو، بالاتر در عقل فلسفی و کلامی سه، بالاتر در عقل عرفان نظری چهار، هر جا به یه مطلبی رسیده است، این حجت الله علیه است، بر او حجت خداست. با همین بهش میره، با همین جهنم میره، با همین میتواند عادل باشد، با همین میتواند ظالم باشد. اگر یه مطلبی را فهمید، این حجت شرعی است. عقل در مقابل نقل است، نه در مقابل شرع. عقل در مقابل سمع است، نه در مقابل دین. نباید گفت این مطلب عقلی است یا دینی، عقلی است یا شرعی. اگر عقلی شد یقینا شرعی است. اگر چیزی را انسان با برهان عقلی فهمید در طی این چهار رشته یاد شده، در صورتی که خیال و قیاس و گمان و وهم نباشد، واقعا علم باشد، میشه حجت شرعی. قهرن مسئله چالش علم و دین رخت بر میبندد. خیلی از حرفهایی که در جریان خاتمیت مطرح کردن رخت بر میبندد. این طور نیست که بگوی معاذالله چون بشر حالا کامل شد، به رشد عقلی رسید، دیگه نیازی به وحی نیست. خیر، رشد بشر در این است که حرف انبیا را بهتر میفهمد. هر چرا که فهمید حجت خداست بر او، نه در مقابل دین. الحمدلله رب العالمین.